اعتراض به تداوم زندان خانگی مهدی کروبی. همراه ما باشید تا لحظاتی دیگر با این بخش خبری از شبکه رسا. مهمترین عناوین خبری. آیت الله دستغیب گفت نباید از اموال بیت المال برای خود مرید و فدایی جمع کرد. بیانیه 500 نفر از فعالان جنبش زنان. ابوالفضل قدیانی یکی از مسنترین زندانی حامی جنبش سبز در بند 350 زندان اوین و وضعیت وخیم جسمانی کبرا امیرخیزی زندانی سیاسی محبوس در زندان ورامی. سلام و شب بخیر میگیم به شما بینندگان عزیز شبکه رسا. با اخبار 30 اردیبهشت ماه 1390 از رسانه سبز ایران رسا در خدمت شما هستیم. من هم سلام و شب بخیر میگم خدمت شما بینندگان محترم رسا. همراه ما باشید تا پایان این بخش خبری. اولین خبر امروزمون مربوط هست به تداوم اعتراض به زندان خانگی مهدی کروبی. فرزند مهدی کروبی در این باره نوشته مستند قانونی این بازداشت‌ها چیست؟ فرزند کروبی نوشت مستند قانونی این بازداشت چیست؟ در پی انتشار اخبار چندی پیش رسانه‌های محافظه‌کار مبنی بر سکته قلبی مهدی کروبی، پسر وی محمد تقی کروبی طی یادداشتی با دستگاه قضایی هشدار داد تا در مورد اعمال محدودیت‌های پیش آمده پاسخگو باشد. وی با بیان اینکه در این کشور سابقه حصر خانگی بزرگانی نظیر مرحوم مدرس، مرحوم دکتر مصدق و مرحوم آیت الله منتظری اعمال شده است و در تمامی موارد با حفظ شأن این عزیزان تنها ارتباط آنان با جامعه از طرق مختلف محدود شده، از مقامات قضایی پرسیده از ابتدا تا کنون مقامات امنیتی همواره بر حصر خانگی تاکید می‌کنند، اما به راستی این حصر است یا زندان؟ مستند قانونی بازداشت خانگی این عزیزان چیست و به راستی در کدام محکمه صالحه به جرایم آنان رسیدگی شده و سپس حکم محکومیت و محرومیت از حقوق اولیه صادر شده است؟ دکتر محمد تقی کروبی تاکید کرده است صرف نظر از ظالمانه یا عادلانه بودن شرایط تحمیل شده موجود، وظایف قانونی مقامات قضایی را مطابق اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی که قوه قضاییه را قوه‌ای مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت می‌داند را یک بار دیگر یادآور شده است. کروبی خاطرنشان کرده برای اطمینان از سلامت پدر و مادر منتظر دیدار و یا حداقل یک تماس کوتاه تلفنی پدر با یکی از افراد خانواده. آیت الله دستغیب گفت نباید از اموال بیت المال برای خود مرید و فدایی جمع کرد. این مرجع تقلید و عضو مجلس خبرگان رهبری گفته اینکه عده خاصی مثل ارتش یا سپاه از جهت اقتصادی همه امکانات را در دست بگیرند و سایر مردم نوکری آنها را بکنند چیزی نیست که ملت به دنبالش بودند. به گزارش سایت حدیث سر، آیت الله عظما دستغیب تشریح کرده که ابتدای انقلاب قرار شد از سود منابع نفت و گاز کارخانجاتی تأسیس شود که خود مردم سهامداران آن باشند تا هم اشتغال ایجاد شود، هم ثروت‌های جامعه به دست اقشار مردم بیفتد و هم اصل منابع و ثروت به محل خود بازگردد. اگر این اتفاق می‌افتاد و آن روال ادامه پیدا می‌کرد، تولید رونق می‌گرفت و مردم حاصل دسترنج خود را می‌خوردند، نه آنکه از اصل منابع به آنها بدهند و گداپروری کنند و سرمایه و ثروت کشور را مصرف نمایند. وی شرط مهم تحقق یک اقتصاد صحیح و اسلامی را این عنوان کرد که صاحب منصبان در پی اندوختن ثروت نباشند یا نخواهند از اموال بیت المال
برای خود مرید و فدایی جمع کنند تا اگر بعدها اتفاقی افتاد آنها او را حفظ کنند. بیانیه 500 نفر از فعالان جنبش زنان زندان‌های غیر استاندارد از جمله قرچک ورامین را تعطیل کنید. این فعالان مدنی با صدور بیانیه‌ای به وضع نامناسب و غیر انسانی زنان در زندان قرچک ورامین اعتراض کردند. به گزارش کلمه در این بیانیه ضمن تاکید بر خودداری سازمان زندان‌ها و سایر نهادها از انتقال زندانیان سیاسی به این زندان، خواستار رعایت تمامی حقوق اولیه همه زندانیان، چه زندانیان سیاسی و چه غیر سیاسی شدند. این فعالان همچنین خواستار تعطیلی همه زندان‌های غیر استاندارد از جمله زندان ورامین شدند. اگرچه اکنون 8 زندانی سیاسی پس از اعتراض شدید خانواده‌ها و فعالان حقوق بشر به زندان اوین بازگردانده شدند، اما نگهداری چند صد زندانی عادی زن در زندان قرچک ورامین همچنان نگران کننده است. ابوالفضل قدیانی، یکی از مسنترین زندانیان سیاسی حامی جنبش سبز، در زندان اوین بند 350 به سر می‌برد. این زندانی سیاسی دوره ستمشاهی با 65 سال سن از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. به گزارش کلمه، وی از جمله زندانیانی است که در دادگاه نسبت به کودتای انتخاباتی و دروغگویی‌های احمدی نژاد اعتراض کرد. قدیانی دی ماه سال گذشته برای گذراندن حکم 1 سال زندانش به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهور به بند 350 اوین رفت. وی همچنین حاضر نشد تقاضای تجدید نظر در حکمش را بپذیرد، چون معتقد بود اگر قاضی عادل بود باید حکمش را پس می گرفت. به گفته خانواده قدیانی، پرونده جدیدی برای وی به خاطر نوشتن نامه از داخل زندان و امضای بیانیه در دادسرای اوین باز شده و وی بار دیگر با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه شده است. وضعیت جسمانی کبرا امیرخیزی، زندانی سیاسی وخیم است. این زندانی سیاسی به دلیل عدم درمان به موقع از بابت بینایی و چشم دچار مشکلات جدیدی شده است. به عنوان گزارش منابع حقوق بشری، کبرا بنازاده امیرخیزی که کماکان همراه با گروه دیگری از زنان زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین محبوس می باشد، به دلیل بیماری ها و عدم امکان درمان و معالجه در زندان از بابت بینایی و چشم دچار مشکلات جدیدی شده است. گزارش ها حاکی از آن است که پزشکان متخصص گفتند به دلیل عدم درمان به موقع جریان درمان او نیاز به یک مدت زمان طولانی با نظارت پزشک متخصص امکان پذیر خواهد بود. این منبع خبری همچنین اعلام کرده که زندانی سیاسی محمد بنازاده امیرخیزی 8 ماه پس از گرفتن حکم همچنان در انفرادی بند 209 زندانی اوین بلا تکلیف می باشد. بنازاده امیرخیزی که مهر ماه سال گذشته به 5 سال حبس محکوم شده بود، پس از گذشت 8 ماه همچنان در سلول انفرادی بند امنیتی 209 زندانی اوین نگهداری می شود. از دادگاه تجدید نظر او نیز خبری منتشر نشده است و تنها در این مدت 1 بار خبر از دادگاه تجدید نظر او اعلام شده که آن هم به دلایل نامعلومی لغو شده است. با خبرهای کوتاه همراه شما هستیم. مهدی محمودیان از مردم خواست دست از تلاش و مبارزه بر ندارند. مهدی محمودیان که در اعتصاب غذای خشک به سر می‌برد، از همه ملت خواسته است که به هیچ وجه از خواسته خود کوتاه نیایند. به گزارش جرس، این زندانی سیاسی که به خاطر افشای شکنجه‌های روحی و جسمی و تجاوز به انفرادی منتقل شده بود، پس از اعتصاب غذا و وخامت حالش به بند عمومی منتقل شده است. افشاگر جنایات کهریزک با تقدیر از همراهی مردم گفته است: می‌دانیم که اعتصاب غذا لطمات جبران ناپذیری به ما خواهد زد، اما آنچه مهم است هدف همه ما
یعنی اصلاح وضع کنونی جامعه است. حتی شاید در این راه من یا دیگر دوستان جان خود را از دست بدهیم، اما به هیچ وجه شما نبایستی دست از ادامه تلاش برای اصلاح جامعه بردارید و یا هدفتان را تغییر دهید. وی با اشاره به شرایط نامناسب زندان از اعتصاب قضای نامحدود خبر داده و افسوده است: باید بدانیم که تا کنون مسئولین زندان به خواسته های ما عمل نکردند و به این دلیل اعتصاب قضای موقت و چند روزه ما در صورت نپذیرفتن خواسته های به حق و قانونی ما از سوی مسئولان زندان از روی یکشنبه به صورت دائمی در خواهد آمد. شاید که از این طریق قانون شکنان و تضییع کنندگان حقوق مردم سر عقل بیایند و به خواسته های ما جامعه عمل بپوشند. 5 سال حبس تعلیقی برای فعال دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف صادر شد. سیامک سهرابی، فعال دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، طی حکمی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال حبس محکوم شد. مطابق حکم صادره، مدت محکومیت وی به مدت 5 سال به حالت تعلیق درآمده است. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، وی نخستین فرد از دانشجویان بازداشت شده در جریان تجمع 25 بهمن 89 دانشگاه شریف است که در دادگاه محاکمه و محکوم می شود. سیامک سهرابی، رئیس هیئت رئیسه شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان، نماینده انجمن اسلامی در شورای فرهنگی دانشگاه و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، روز دوشنبه 9 اسفند 89 توسط ماموران امنیتی هنگام خروج از دانشگاه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. در تجمع 25 بهمن 89 در دانشگاه صنعتی شریف 18 تن از دانشجویان این دانشگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. پایگاه‌های خبری جنبش سبز هواداران این جنبش را به مشارکت در یک نظرسنجی دعوت کردند. در نامه‌ای که درباره این نظرسنجی در پایگاه‌های خبری سبز و صفحه 25 بهمن منتشر شده است آمده است: اکنون این یاری سبز شماست که میتواند تلیعه ی آغاز راهی باشد برای مشارکت در مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری برای جنبش سبز. به یاد داشته باشیم که یکی از اهداف ما از روزهای ابتدایی جنبش گشودن دریچه‌ای بوده به سوی آزادی رأی و نظر. افراد جنبش سبز میتوانند از اکنون تا نیمه شب دوم خرداد با رجوع به آدرس این نظرسنجی از طریق پایگاه‌های خبری جنبش سبز و پاسخگویی به سوالات در این تصمیم سازی برای آینده جنبش شرکت نموده و تجربه‌ای تازه از خرد جمعی را در این عرصه به نمایش گذارند. وجود لجن در آب شرب بندرعباس آزاردهنده است. تغییر مجدد رنگ، طعم و بوی آب در برخی از محلات شهر بندرعباس موجب نگرانی شهروندان شده و بیشتر ساکنان این مناطق از خوردن آب شبکه آب شهری خودداری کرده و به آب معدنی روی آوردند. به گزارش خبرگزاری مهر، این چندمین بار است که در بندرعباس آب شبکه شهری حاوی املاح و موادی همچون جلبک بوده و بوی شبیه به بوی فاضلاب دارد. کابل دزدی باعث قطع 10,000 تلفن ثابت در تهران شد. سرقت کابل‌های مخابرات در تهران موجب قطعی ارتباط تلفنی 10,251 مشترک تهرانی شد. به گزارش مهر، سرقت کابل‌های مسی مخابراتی در یک سال گذشته باعث قطع ارتباط حدود 50,000 مشترک تلفن ثابت شده و علاوه بر این، چنانکه مخابرات تهران می‌گوید، کابل دزدی سالانه چندین میلیارد تومان به مخابرات ضرر وارد می‌کند. برخی کارشناسان معتقد بودند که مس به کار رفته در کابل‌های مخابراتی ارزشمند است و تنها دلیلی که می‌تواند باعث سرقت شود این مسئله است. اما بررسی خبرگزاری مه نشان داده با توجه به اینکه هر متر کابل حدود 8 کیلو وزن دارد، یک تخته کابل 250 متری حدود 4 تن وزن خواهد داشت که فقط با جرثقیل امکان سرقت آنها وجود دارد و حتی خرد کردن و بریدن آنها بیش از 2 ساعت زمان می‌برد. فرج الله سرحشور گفت که ممیزی سانسور نیست.
کارگردان یوسف پیامبر در گفتگوی با کیهان به اظهارات اخیر علیرضا داوود نژاد در برنامه 7 به شدت حمله کرد. فرج الله سرعشور گفت برخی فیلمسازان مدعی روشنفکری به دلیل بی‌ایمانی و سیراب نشدن از منبع معرفت الهی تنها زشتی‌ها را می‌بینند و ممیزی را سانسور معنا می‌کنند. این در حالی است که ممیزی اعمال قانونی است و در همه دنیا معمول می‌باشد. به نوشته کیهان این مطلب را سرعشور در واکنش به ادعای سانسور از سوی یک فیلمساز در تلویزیون بیان کرد. اتحادیه اروپا با گسترش تحریم‌ها علیه ایران موافقت خواهد کرد. خبرگزاری‌ها به نقل از دیپلمات‌های اروپایی که خواستند هویتشان فاش نشود، گزارش دادند که اتحادیه اروپا حدود 100 شرکت و بانک ایرانی را تحریم خواهد کرد. به گفته این منابع، این تحریم‌ها در نشست روز دوشنبه وزرای امور خارجه 27 کشور عضو این اتحادیه رسماً اعلام خواهد شد. این تدابیر تنبیهی با هدف تغییر سیاست اتمی ایران اعمال خواهد شد، اما ایران برنامه اتمی خود را صلح‌آمیز می‌داند و می‌گوید که تحریم‌های بین‌المللی موضع هسته‌ای این کشور را تغییر نخواهد داد. ایران اتهام نقض گسترده حقوق بشر در پی انتخابات سال 2009 را نیز بی اساس می‌داند، اما آمریکا تا کنون 10 مقام ارشد ایرانی از جمله حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران را به اتهام نقض حقوق بشر شهروندان تحریم کرده است. خانواده‌های آمریکایی زندانی در ایران از اعتصاب قضای آنها ابراز نگرانی کردند. وکیل دو شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران می‌گوید که در پی ابراز نگرانی در مورد احتمال اعتصاب قضای موکلانش از مسئولان قضایی ایران خواسته است تا امکان ملاقات با آنها را فراهم سازند. به گزارش رویترز، خانواده‌های شین باور و جاش فتال می‌گویند احتمالاً فرزندان آنها برای سومین بار از زمان دستگیر شدن در مرز ایران و عراق در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده از سوی دادگاه دست به اعتصاب قضا زدند. مادران این دو آمریکایی گفتند که برای نشان دادن همبستگی با فرزندانشان، آنها هم تا زمانی که بتوانند اعتصاب قضا خواهند کرد. ناتو کشتی‌های جنگی معمر قذافی را هدف قرار داد. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی اعلام کرد که جنگنده‌های ناتو 8 ناوه در نیروی دریایی لیبی را طی عملیاتی شبانه در بنادر ترابلوس، الخمس و سیرت بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها ناتو میگوید که معمر قذافی به طور فزاینده‌ای از نیروی دریایی علیه مردم غیر نظامی و نیروهای بین‌المللی استفاده می‌کند. و در ادامه، مجلس اجازه نمی‌دهد هزینه بی‌قانونی دولت را مردم بپردازند. تعلل سوال برانگیز دولت در مقابله با گرد و غبار. انتقاد نماینده مجلس از ستاد حوادث غیر مترقبه در مقابل عشایر. و محمود احمدی نژاد گفت غربی ها ابرها را دستکاری کردند تا باران به ایران نبارد. نایب رئیس فراکسیون مدیریت شهری گفت مجلس اجازه نمی‌دهد هزینه بی‌قانونی دولت را مردم بپردازند. نایب رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس با انتقاد از تأخیر دولت در اجرای قانون برنامه یارانه مترو خاطر نشان کرد که اگر دولت سریع‌تر یارانه مترو را پرداخت نکند، با برخورد جدی مجلس روبرو خواهد شد. به گزارش خانه ملت، انوشیروان محسنی با اشاره به اظهارات اخیر شهردار تهران مبنی بر این که اگر تا پایان خرداد دولت یارانه مترو را پرداخت نکند، مجبوریم سهم دولت را از مردم بگیریم، گفت دولت نباید بیش از این در اجرای قانون تعلل کند، چرا که با برخورد قانونی مجلس روبرو خواهد شد. تعلل دولت در مقابله با گرد و غبار سوال برانگیز است. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تعلل درباره مقابله با پدیده ریزگردهای عربی را در بخش بهداشتی و اقتصادی توجیه ناپذیر دانست.
شعبانی در گفتگو با خانه ملت اظهار داشت پدیده ریزگردهای عربی تاثیر زیادی در سلامت مردم استانهای غربی، جنوب غربی و سایر استانهای کشور از جمله تهران دارد و تعلل دولت از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت امور خارجه در خصوص مقابله با پدیده ریزگردهای عربی سوال برانگیز است. نماینده کرمانشاه هشدار داد. تحقیقات بسیاری از پزشکان بیانگر این است که ریزگردهای عربی می تواند در بلند مدت موجب بروز سرطانهای ریوی پوستی شود و صرف هزینه مقابله با ریزگردهای عربی را نسبت به خسارتهای مادی و اقتصادی آن برای کشور بسیار ناچیز ارزیابی می کنند. نماینده مجلس از ستاد حوادث غیر مترقبه در قبال عشایر انتقاد کرد. نماینده اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس با بیان اینکه جاری شدن سیل دیروز در منطقه کوهرنگ حدود 250 رأس دام عشایر را تلف کرده است، گفت ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان کوهرنگ باید برای حفاظت از عشایر تلاش کند. نورالله حیدری دستنایی با بیان اینکه خطر جاری شدن سیل همیشه در شهرستان کوهرنگ مردم را تهدید می‌کند، تصریح کرد این مشکلات و سختی‌ها جزء زندگی عشایر است، اما سازمان‌های زیرب مثل ستاد حوادث غیر مترقبه باید برای رفاه عشایر اقداماتی انجام دهند. در این سیل حدود 250 رأس دام عشایر تلف شدند که این امر خسارات فراوانی را بر عشایر وارد کرده است. خوشبختانه سیل دیروز در شهرستان کوهرنگ تلفات جانی در بر نداشته است. احمدی نژاد گفت غربی ها ابرها را دستکاری کردند تا باران به ایران نبارد. رئیس دولت در مراسم افتتاح سد کمال صالح در استان مرکزی ادعا کرد طی چند سال اخیر غربی ها به گونه ای عمل کردند که ابرها دستکاری و تخلیه شده و ابرهای بارشزا به کشورهای منطقه از جمله ایران نمی‌رسد. وی همچنین اظهار عقیده کرد که کشورهای غربی برای ایجاد خشکسالی در برخی مناطق جهان از جمله ایران طرحی را در دست اقدام دارند. احمدی نژاد با بررسی و ایراد سخن درباره وضعیت بارش و تغییرات آب و هوایی در یک سال اخیر در منطقه آسیا و اروپا گفته است، بر اساس اخباری که صحت آن در مورد وضعیت آب و هوا مورد تایید قرار گرفته، کشورهای اروپایی با استفاده از تجهیزاتی خاص به گونه ای عمل کردند که ابرها تخلیه شده و ابرهای بارشزا به کشورهای منطقه از جمله ایران نرسد. ممنونیم که امشب هم با اخبار رسا ما را همراهی کردید. تا فردا شب خدا یار نگهدارتون. تا دیداری دیگر و شبی دیگر با شما خدا نگهدار. Thank you.